سرخط مهمترین خبرها. حمله طالبان مسلح بر مرکز ولسوالی مالستان ولایت غزنی. انتقاد شماری از اعضای ولسی جرگه و شهروندان کشور از بی‌توجهی حکومت به اوضاع امنیتی ولایت اروزگان و غزنی. و کشته و زخمی شدن 80 تن در نتیجه 3 انفجار در مقدشو پایتخت سومالی. سلام، با خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 19 عقرب 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 10 نوامبر سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. طالبان مسلح به صورت گروهی و گسترده بر مناطق از ولسوالی مالستان ولایت غزنی حمله کردند. باشندگان ولسوالی مالستان میگویند طالبان مسلح شب گذشته به صورت گسترده در میرادینه مرکز این ولسوالی تجمع کرده، اما تا صبح امروز درگیری شدید میان دو طرف رخ نداده بود. به گفته آنان حوالی ساعت 2:30 امروز طالبان حملات گستردهشان را در مالستان آغاز کردند که طبق گزارش ها درگیری تا عصر امروز میان طالبان و نیروهای امنیتی در این ساحه جریان داشته که تلفات هم بر نیروهای امنیتی کشور وارد شده است. با این حال سخنگوی والی غزنی میگوید نیروهای کمکی به محل حادثه رسیده و فعلا اوضاع تحت کنترل این نیروها قرار دارد. طالبان مسلح به تعقیب حملاتشان بر ولسوالی های خاص اروزگان و جاوری غزنی این بار بر ولسوالی مالستان ولایت غزنی حمله ور شدند. باشندگان ولسوالی مالستان ولایت غزنی میگویند طالبان مسلح از شب گذشته به صورت گسترده در مرادینه مرکز این ولسوالی تجمع کرده، اما تا صبح امروز درگیری شدید میان دو طرف رخ نداده بود. به گفته آنان حوالی ساعت 10:30 امروز طالبان مسلح حملاتشان را بر مرکز ولسوالی مالستان آغاز کرده و تا عصر امروز درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی کشور جریان داشته که تلفات هم به نیروهای امنیتی کشور وارد شده، اما شمار دقیق این تلفات مشخص نیست. با این حال سخنگوی والی غزنی میگوید نیروهای کمکی به محل حادثه رسیده و فعلا اوضاع تحت کنترل این نیروها قرار دارد. اما این باشندگان ولسوالی مالستان با برگزاری تجمع اعتراضی در نزدیکی پارلمان کشور میگویند طالبان هنوز در ساحه و به طور مشخص در اطراف ساختمان مرکز ولسوالی حضور دارند و درگیری ها به صورت پراگنده میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح جریان دارد. به گفته آنان طالبان در خانه های مردم سنگر گرفته و در این شرایط هیچ نیروی تازه نفسی هم به منطقه اعزام نشده است. این معترضان میگویند که شماری از مردم محل که به صدها خانواده میرسند از محل فرار کرده و فعلا بدون سرپناه تنها در تلاش برای نجات جانشان هستند. همین لحظه ای که ما با شما صحبت میکنم ولسوالی مالستان انقریب در حال سقوط است. در فاصله 300 متری یا نهایتا 500 متری جنگ به شدت جریان داره و در اونجا هیچ گونه کمربندهای امنیتی از قبل ایجاد نشده بود. عملا همین شب قطعه سرخ طالبان به ولسوالی مالستان حمله کردند و در حدود نزدیکای ولسوالی عملا جنگ جریان داره. شب تا حالا با مقامات با وکلا تماس گرفتیم، اما کس به داد مردم نرسیده. همین الان طالبان
از خانه های مردم عنوان سنگر استفاده میکنه. قریب است که ولسوالی مالستان به دست گروه طالبان سقوط کنه و در مالستان در ولسوالی مالستان یک فاجعه ملی و انسانی به وقوع بپیوندد. این معترضان هشدار میدهند که اگر هرچه زودتر به وضعیت امنیتی مالستان توجه نشود، وقوع یک فاجعه انسانی در این ولسوالی دور از ذهن نخواهد بود. رئیس ولسوالی جرگه میگوید حکومت با نیروهای حمایت قاطع باید در رابطه با امنیت مناطق مرکزی به ویژه ولایت غزنی جلسه اضطراری برگزار کند. عبدالرؤوف ابراهیمی می‌افزاید که حملات گروه طالبان بالای این مناطق در آستانه پیشرفت‌های صلح صورت گرفته و این گروه با حملاتش می‌خواهد در نشست مسکو امتیازگیری نماید. در این حال شماری از اعضای این مجلس سهلنگاری در اقدام برای بهبود وضعیت امنیتی برخی ولایت‌ها را سوال برانگیز دانسته می‌گویند که حکومت باید در این رابطه پاسخ روشن ارائه کند. ولسی جرگه در نشست عمومی امروزش حکومت به ویژه نهادهای امنیتی را در قسمت تأمین امنیت باشندگان کشور به ویژه ولسوالی جاغوری و مالستان ولایت غزنی به بی‌توجهی متهم می کند. اعضای این مجلس می گویند که حدود یک هفته از حمله گروه طالبان بالای مناطق مرکزی سپری شده، اما حکومت تا کنون در قسمت دفع و جلوگیری از این حملات اقدام مؤثر نکرده است. آنان سهلنگاری در اقدام برای بهبود امنیت در این مناطق را سوال برانگیز دانستند، می گویند که حکومت باید در این مورد پاسخ روشن ارائه کند. از جمله دو سه ولسوالی امنتری که در غزنی وجود داشت، مثل جاغوری، مثل مالستان، ناهور، اینها هم در هفته های اخیر متاسفانه دستخوش هجوم طالبان شدند. مردم مالستان از روزگان خاص در پایتخت افغانستان کابل آمدن و این موضوع به حیث یک موضوع داغ و مهم در شورای امنیت همچنان مطرح شد، ولی تا هنوز کوچکترین کمکی در رابطه به رفع مشکل مالستان و ارگان خاص از طرف ارگان‌های امنیتی صورت نگرفته جای بسیار تأسف است. دخترکی که پدرش در غزنی شهید شده بود، او را کل مردم افغانستان دیدن. در ساعت 12 بجه شب میره گدایی میکنه، در بیرونا ساعت 12 بجه تا 12 بجه شب گدایی میکنه. ای برای حکومت مرگ است، شرم است، خصوصا با وزارت دفاع. اعضای این مجلس همچنان هشدار میدهند در صورتی که امنیت مناطق مرکزی به ویژه ولایت غزنی بهبود نیابد، کابل پایتخت نیز در امان نخواهد ماند. رئیس این مجلس میگوید که حملات گروه طالبان بالای ولسوالی های ولایت غزنی در آستانه پیشرفت های صلح صورت گرفته و این گروه با حملاتش میخواهد بزرگ نمایی نموده و در نشست مسکو امتیازگیری نماید. وی همچنان میگوید که حکومت با نیروهای حمایت قاطع باید در رابطه با امنیت این ولایت جلسه اضطراری برگزار کند. خونریزی جریان داره، هیچ اقدام مؤثری به خاطر جلوگیری از این خونریزی باشه وجود ندارد. مردم افغانستان در جریان جنگ های امروزی مشکوک هستند. اینا مکلفیت دارند که از مردم افغانستان، از شهروندان افغانستان بدون کدام تبعیض دفاع کنند، یا اینکه دفاع کنند و یا اینکه اگر نمیتوانند خدا را در نظر بگیرند، مردم را در نظر بگیرند، از قدرت، از وظیفهشان کنار برند. تا ملت نهایتا از سکتورهای امنیتی مایوسند. امیدواریم که رهبری حکومت همراه با حمایت قاطع و دوستای بین المللی یک جلسه اضطراری را روی دست بگیرند تا در راستای دفاع از مردم افغانستان و دفاع از تامین امنیت مردم افغانستان اقدامات عملی خود را روی دست بگیرند. این در حال است که گروه طالبان دو روز پیش بالای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی حمله کرده و امروز نیز حملاتشان را تا ولسوالی مالستان این ولایت گسترش دادند. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در نخستین ساعات ورودش به
شهر مقدس قم با دو تن از مراجع اعزام تقلید آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی و آیت الله العظما موحدی نجفی دیدار نمود. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در هنگام ورودش به شهر قم از سوی جمع کثیری از مهاجرین افغانستان مقیم آن شهر هم از علما، مسافیدان و جوانان مورد استقبال گرم قرار گرفت. وی از علما و مردمی که در استقبال ایشان صف کشیده بودند قدردانی و سپاسگزاری نمود. سپس استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح با دیدار آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید برجسته و نامدار رفته و با ایشان گفتگو نمود. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از دیدار با ایشان خرسندی نموده و در مورد چگونگی اوضاع افغانستان و روند صلح صحبت کرد. رئیس شورای عالی صلح اظهار داشت که با توجه به نقش تعیین کننده علمای جهان اسلام در آوردن صلح در افغانستان از آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی انتظار دارد که از روند صلح حمایت نماید. و همچنین یادآور شد که در یک سال گذشته شورای عالی صلح نشست های مهمی را با علمای بزرگ در داخل و خارج از کشور برگزار نموده است. رئیس شورای عالی صلح از برگزاری نشست حدود 300 تن از علما در کابل، نشست علمای سه کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا و نشست علمای کشورهای اسلامی به دعوت سازمان همکاری اسلامی در جده و مکه برای حمایت از روند صلح یادآوری نمود. وی گفت که اینک انتظار دارد تا مراجع تقلید شیعیان به ویژه آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی نیز روند صلح را تشویق نماید. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در ادامه صحبتهایش اظهار آرزومندی نمود که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی با توجه به جایگاه دینی و مذهبیشان کسانی از دانشجویان افغانستان را که توان تحصیل ندارند مورد حمایت قرار دهد. وی گفت برای اینکه از دانشجویان بی‌بضاعت حمایت دوامدار و نهادمند صورت بگیرد، نهادی را به نام بنیاد امام حسین علیه السلام راه اندازی نموده که همینک این بنیاد برای حدود 250 تن از جوانان در دانشگاه‌های افغانستان در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار بورسیه داده است. آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی صحبت‌های رئیس شورای عالی صلح افغانستان را مورد تایید قرار داده و اظهار داشت که از روند صلح در این کشور حمایت می‌نماید. وی توجه به ریشه‌ها و عوامل اصلی جنگ و اختلاف در افغانستان را ضروری دانسته، افزود مسلمانان این کشور باید مسائلشان را در پرتو رهنمود قرآن کریم که بر صلح امر فرموده حل نماید. این مرجع تقلید شیعیان از روابط عمیق ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه و برادر اظهار خرسندی نمود. وی همچنین رشد فکری و توجه به منابع انسانی در افغانستان را مهم دانسته و اظهار داشت که پیشرفت و تحول کشورهای توسعه یافته از منابع انسانی آنها آغاز شده است. آیت الله العظما مکارم شیرازی همچنین اعلام کرد که شماری از دانشجویان افغانستان را مورد حمایت قرار خواهد داد تا زمینه تحصیلات عالی آنان در داخل و یا خارج از کشور فراهم گردد. این مرجع تقلید از ابتکار استاد محمد کریم خلیلی مبنی بر تأسیس بنیاد امام حسین علیه السلام برای حمایت از دانشجویان و ایجاد بانک خون امام حسین علیه السلام برای نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون قدردانی نمود و اظهار داشت که وی از مردم مسلمان ایران و عراق نیز خواهد خواست تا چنین ابتکار معنادار را در کشورهایشان به کار اندازند. همچنین در همین روز استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با آیت الله العظما موحدی نجفی دیدار نمود. آیت الله العظما موحدی نجفی از علمای برجسته افغانستان است که به درجه اجتهاد نائل گشته و مرجع فتوای فقهی و مسائل شرعی برای شیعیان جهان شمرده می شود.
وی در این دیدار بر وحدت و همدلی مردم افغانستان تاکید کرد و از روند صلح به عنوان یک راهکار دینی و عملی اعلام حمایت نمود. آیت الله العظما موحدی نجفی از تلاش‌های استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان قدردانی نمود. این مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت که مسلمانان افغانستان باید در پرتو حکم قرآن کریم اختلافاتشان را کنار گذاشته و به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز بپیوندند. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از دیدار با آیت الله العظما موحدی نجفی اظهار خرسندی نمود. رئیس شورای عالی صلح در صحبت‌هایش مهمترین مسائل روز افغانستان را با این مرجع تقلید در میان گذاشته و خواهان حمایت بیش از پیش وی از مسلمانان این کشور شد. وی اظهار امیدواری نمود که افغانستان با حمایت علمای بزرگ و تأثیرگذار مانند حضرت آیت الله العظما موحدی نجفی به صلح و ثبات دائمی دست یابد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان روز جمعه در جمع مهاجران افغانستان مقیم مشهد در پیوند به مسائل کشور سخنرانی کرد. در این گرد همایی که در مسجد جامع رضوی برگزار شده بود، جمع کثیری از مهاجران در آن شرکت کرده و از رئیس شورای عالی صلح با نشان دادن احساسات وصف ناپذیر استقبال کردند. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان از حضور گرم و گسترده مهاجران هم از مردان و زنان در این گرد همایی و همچنین از ستاد برگزار این همایش تشکر و قدردانی نمود. وی برخی از مهمترین مسائل و تحولات کشور در دو نیم دهه اخیر را با اشتراک کنندگان این گرد همایی در میان گذاشت. با گفته رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، تاریخ سیاسی کشور در 25 سال اخیر دیگرگونه های را شاهد بوده که پیش از این سابقه نداشته است. یکی از مظاهر این دیگرگونه ها با وجود آمدن نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت ملی است. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تصریح کرد که یکی از معماران مهم این نظام سیاسی جریان عدالت خواهی بوده است. وی به اشتراک کنندگان این گرد همایی اطمینان داد که اینک جامعهشان جایگاه مناسب و تعیین کننده در معادلات سیاسی کشور دارد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان ضمن تحلیل و ارزیابی وضعیت کشور خطاب به مردم حاضر در این همایش گفت: شما با در پیش گرفتن شیوه مدنی در امور سیاسی به راه درست حرکت می کنید. وی تاکید کرد که جنگ وضعیت استثنایی است و سرانجام با صلح و زندگی مسالمت‌آمیز می انجامد. در زندگی مبتنی بر صلح کسان پیروز میدان خواهد بود که راه مدنیت در پیش گرفته است. رئیس شورای عالی صلح همچنین از مهاجران مقیم جمهوری اسلامی ایران خواست تا روی دو محور مهم زندگی یعنی علم و اقتصاد تمرکز نماید. و همچنین در این همایش به تحولات مربوط به پروسه صلح در 1.5 سال گذشته اشاره نموده و از مهاجرین خواست که از این پروسه ملی حمایت نمایند. رئیس شورای عالی صلح دستاوردهای سفرش به جمهوری اسلامی ایران را با اشتراک کنندگان این گرد همایی در میان گذاشت و اظهار آرزومندی نمود که سهولت‌های خوبی در برخی از عرصه‌ها برای مهاجران به وجود آید. همچنین در این همایش حجت الاسلام و المسلمین آقای جوادی شعر زیبا و دلنشین را در وصف رهبری مقاومت غرب کابل و مقاومت بامیان و نیز امیدها و آرزوهای امروز مردم به خوانش گرفت که همه را تحت تأثیر قرار داد. در این همایش آقای منوری رئیس ستاد مردمی استقبال از مقام رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان و دکتر صفدری یکی از دانشمندان اشتراک کننده نیز مقاله های را ایراد نمود که معنا و محتوای خاص به این جلسه داد. رئیس جمهور غنی در جریان سفر به بامیان ضمن افتتاح چندین پروژه انکشافی
حکم ایجاد یک قطعه سرخ نظامی در این ولایت را صادر کرد. آقای غنی در جریان این سفر کار احداث سرک دوشی بامیان را افتتاح کرده در این مورد گفت اهمیت راه دوشی بامیان در این است که بدیل سالنگ می باشد و همچنان این راه افغانستان مرکزی را با شمال شرق و بعد از آن با آسیای مرکزی ارتباط می دهد. از سوی هم رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت بامیان حکم ایجاد یک قطعه سرخ با کمیت 443 تن در چوکات ریاست عمومی امنیت ملی را صادر کرد. با این حال شماری از اعضای ولسوالی جرگه ضمن انتقاد از بی‌توجهی رئیس جمهور به وضعیت امنیتی مناطق مرکزی میگویند رئیس جمهور غنی به جای توجه به وضعیت امنیتی ولایت غزنی و اروزگان به سفرهای کمپینی اش برای انتخابات سال آینده ادامه میدهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جریان سفر به بامیان امروز با مسئولان محلی، زنان، جوانان، متنفذین و بزرگان این ولایت دیدار کرده و چندین پروژه انکشافی را افتتاح کرد. در جریان این سفر رئیس جمهور غنی کار احداث سرک دوشی بامیان را نیز افتتاح نمود. آقای غنی در این مراسم افزود که اهمیت راه دوشی بامیان در این است که بدیل سالنگ می باشد، زیرا سالنگ ها ضرورت به یک بازسازی اساسی دارند و همچنان این راه افغانستان مرکزی را با شمال شرق و بعد از آن با آسیای مرکزی ارتباط می دهد. ایرا راه بدیل سالنگ است. سالنگ ضرورت به یک بازسازی اساسی دارد و از این خاطر ایران که قبلا به نام دریش کاری مشهور بود و رای اصلی بود قبل از با وجود آمدن سالنگ، افغانستان مرکزی را با شمال شرق و بعد از او امرای آسیای مرکزی ارتباط مستقیم بود. در این مراسم یما یاری وزیر فواید عامه گفت سرک دوشی بامیان 25 کیلومتر طول دارد که هزینه آن 27 میلیون دلار می باشد و از سوی بانک جهانی تمویل می گردد و قسمت ششم است که بامیان را به دوشی ولایت بغلان ارتباط می دهد و در عین حال کار آن از طرف بغلان نیز شروع شده است و کار قسمت پنجم آن تحت پروسه تدارکات قرار دارد. همچنان رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از بزرگان و متنفذین بامیان گفت که به خاطر تأمین امنیت ولایت بامیان پروژه‌های سرکسازی به خصوص پروژه دره شکاری و راه اندازی عملیات خاص حکم ایجاد یک قطعه با کمیت 443 تن در چوکات ریاست عمومی امنیت ملی صادر شده است. رئیس جمهور همچنین بر رئیس اداره مستقل ارگانهای محل هدایت داد که پروسه اداری ارتقای ولایت بامیان و ولایت درجه دوم را تسریع بخشد. در این حال رئیس جمهور غنی در این سفر با شماری دیگر از اقشار مختلف مردمی بامیان ملاقاتهای جداگانه ای داشت که در جریان آنها ضمن استماع مشکلاتشان و آنان در قسمت رفع این مشکلات وعده همکاری داد. اما شماری از اعضای ولسی جرگه از سفرهای ولایتی رئیس جمهور در شرایط فعلی انتقاد می کنند. و گفته آنان رئیس جمهور به جای توجه به وضعیت امنیتی ولایت ناامن و خصوص غزنی و اروزگان و سفرهای کمپاینیش برای انتخابات سال آینده ادامه می دهد. سرقومندان اعلای کشور به خاطر اینکه ذهنیت مردم را به سمت دیگر جلب نماید با معاونش و با کابینه‌اش در این موقعی که مردم واقعا در دریای از خون غوطه‌ور هستند سفرهای کمپاینی و نمایشی را آغاز میکنند. ولسوالی‌های کشور مورد هجوم دشمنان قرار میگیرند. اینا مشغول کمپاینن به این ولایت و به اون ولایت با خاطر جمع میرن میاین مشغول تیمسازی هستند برای افتتاح یک آنتن مخابراتی سفرهای ولایتی میکنند، مردم فریبی میکنند. من نمیفهم اینا چگونه وجدان دارن، وجدانشان به کجا رفتن؟ این در حالی است که در روزهای گذشته طالبان مسلح به صورت گسترده به ولسوالی‌های خاص ولایت اروزگان و جاغوری و مالستان ولایت غزنی حمله ور شدند.
کمیسیون انتخابات اعلام کرد که جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری در حال آماده شدن است و قرار است تا 3 روز دیگر همگانی شود. رئیس کمیسیون انتخابات امروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت در حالی که برای کارمندان تکنیکی وظیفه سپرده شد تا پایان امروز جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری را آماده کنند، اما به دلیل مصرفیت های زیاد نتوانستند این جدول را آماده کنند. با این حال وی می افزاید جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری در حال آماده شدن است و قرار است تا 2 یا 3 روز دیگر به نشر برسد. از سوی هم آقای صیاد در این کنفرانس گفت که هنوز مشکلات تکنیکی انتخابات شورای ولسوالی ها و حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی حل نشده باقی مانده است. رئیس کمیسیون انتخابات برخی از اعضای ولسی جرگه از برگزاری نشست مسکو در باره صلح افغانستان استقبال کرده ابراز امیدواری میکند که نشست ها منجر به گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان شود. این اعضای ولسی جرگه میگویند هر نشستی که در رابطه با صلح افغانستان دایر شود استقبال میکنند، اما باید این نشست ها به رهبری افغان ها دایر شود. از سوی هم وزارت امور خارجه میگوید اجازه هیچ گونه استفاده ابزاری از نشست مسکو به گروه طالبان برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست. یک روز پس از برگزاری نشست فرمت مسکو درباره صلح افغانستان، خبرگزاری انترفاکس روسیه از قول نمایندگان گروه طالبان گزارش می‌دهد که آنها به عوض حکومت افغانستان می‌خواهند با آمریکایی‌ها مذاکره مستقیم نمایند. در همین راستا نمایندگان طالبان گفتند که این گروه در مرحله نخست با آمریکا بر سر خروج قوای خارجی گفتگو می‌کنند. وزارت امور خارجه کشور در این باره می‌گوید اجازه هیچ گونه استفاده ابزاری از نشست مسکو به گروه طالبان برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست. سخنگوی وزارت خارجه تأکید می‌کند که روس‌ها وعده سپردند که این نشست منتج به آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان گردد. به گفته وی حکومت افغانستان از روسیه می‌خواهد تا به طالبان اجازه ندهد تا از این نشست استفاده ابزاری کنند. با این حال شماره از اعضای ولسی جرگه از برگزاری نشست مسکو استقبال کرده ابراز امیدواری میکنند که این نشست ها منجر به گفتگوی صلح میان حکومت و گروه طالبان شود. این اعضای ولسی جرگه میگویند از هر نشستی که در رابطه به صلح افغانستان دایر شود استقبال میکنند، اما باید این نشست ها به رهبری افغان ها دایر شود. افغانستان د حکومت نه او هم د نړیوال ټولنې نه دا غوښتنه ده چې د سولې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کی او دغه جګړې ته د پای ټکی کیږي، ځکه چې نور ولسونه د جګړې نه ستړي شوي تر څو په افغانستان کې یو پایدار صلح په افغانستان کې راشي. د سولې خبرې کړه نړۍ په هر ګوټ کې وي، په هر هیواد کې وي، هغه که د افغانستان دوست وي که یې دښمن وي، خو د افغانستان د سولې خبرې کېږي موږ تاسې باید هرکلی وکوو. مګر لدی سره سره شهر کلی کوو دا خبری باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې دا خبری سره وسی. گفتنی است نشست فرمت مسکو درباره صلح افغانستان روز گذشته در پایتخت روسیه با حضور نمایندگان چین، ایران، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان برگزار شد. حکومت افغانستان در این نشست نماینده نداشت، اما شورای عالی صلح من حیث یک نهاد مستقل هیئت را برای شرکت در این نشست فرستاده بود. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. $1 آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 درهم مراد 20 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول، 1000 روپای هندی 1030 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 569 افغانی.
این هم چند خبر از خارج کشور. در اثر سه انفجار موتربم و درگیری مسلحانه در مقدشو پایتخت سومالیا حداقل 39 تن کشته شده و 40 تن دیگر هم زخم برداشتند. مقامات صحی سومالیا گفتند که 4 مرد مهاجم نیز در این درگیری ها کشته شدند. پلیس سومالیا گفته که مواد انفجاری جابجا شده در داخل موترها در فاصله های چند دقیقه‌ای از همدیگر در نزدیکی هتل صفی و اطراف آن انفجار داده شده است. مقامات امنیتی سومالیا همچنین گفتند که 4 مرد مسلح وارد هتل شده و به بام‌های هتل رفتند و از آنجا آغاز به گلوله‌باری کردند. پلیس سومالیا گفته که قوای امنیتی آن کشور افراد مهاجم را با ضرب گلوله از پا در آورده و ده ها تنی که در این هتل به سر می‌بردند نجات داده شدند. گروه الشباب که وابسته با القاعده است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای تشکیل یک ارتش اروپایی را توهین‌آمیز خوانده است. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته همزمان با ورود به پاریس برای شرکت در مراسم 100 سالگی پایان جنگ جهانی اول در یک توییترش از برنامه 10 کشور اروپایی برای طرح دفاع مشترک به ابتکار عمل رئیس جمهور فرانسه انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در حساب تویتری خود نوشته است رئیس جمهور فرانسه به تازگی پیشنهاد داده است که اروپا ارتش خود را تشکیل دهد تا بتواند از خود در مقابل آمریکا، چین و روسیه دفاع کند بسیار توهین آمیز است. وزیر دفاع فرانسه نیز در نشست ابتکار عمل مداخله اروپایی که روز چهارشنبه با حضور وزرای دفاع چند کشور اروپایی در پاریس برگزار شد گفته بود که اروپا نمیتواند برای همیشه پشت دیوار دفاعی آمریکا باقی بماند. اما یک مقام بلندپایه فرانسوی درباره انتقاد رئیس جمهور آمریکا گفت که رئیس جمهور فرانسه روز شنبه مستقیما با آقای ترامپ پاسخ خواهد داد. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما کردید. سپاسگزارم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.